احمد رضا. بله. یه سوالی داشتم. بپرس از آیا هر محصولی در هر زمانی توسط هر کسی و هر جایی میتونه تبلیغ بشه؟ نمیدونم. نمیدونی ها؟ نه. پس بریم ببین. اینجا واسه مارکتینگ براس، حال خوب داره فان توش پر از ولای، عدالت داره ویدیوهامون، چیزی میگیم که میدونیم رو حساب و قانون. یه بر آقا فوری و یه بر احمد رضا، ویان یوتیوب کیف کنیم چند وقت یه بار، بهت میگم چرا یوهایی تبلیغی بولد شد. پس خوش اومدیم اینجا. سلام به قسمت جدید بولد شو، خوش آمدیم. خوش اومدیم. خب این قسمت قراره چیکار بکنیم؟ این قسمت قراره راجع به محصولاتی صحبت کنیم که تبلیغاتشون ممنوعه. چرا تبلیغاتشون ممنوعه؟ چه کار کردن باشون؟ شاید یک محصولی رو دارن ارائه میدن که واسه همه افراد نیست. مناسب نیست، یا ضررش خیلی زیاده، یا توصیه نمیشه. آفرین. سیگار، تنباکو، خیلی از داروها تبلیغاتشون ممنوعه. چه محتوایی داریم میسازیم؟ باریکلا مادر پدر رو ببینن کیف توی کنه. ایران حتی من شنیدم که خیلی از جانک فودها مثل مثلا پفک حالی یا جانک فودو میدونستم باریکلا، یا حتی نوشابه و نوشابه های ساگه گوگدار گاسه گوددار گوزه داگدار ساگه گوگدار نوشیدنی های گازدار ممنوعه. خیلی جاهای محدود شاید، چون ما خیلی وقتا تو تلویزیون دیدیم تا یک سال های این تبلیغات رو، ولی بعدن یک محتوا راجع به تبلیغاتی که در ایران ممنوعه میسازیم حتما. نایس. خب الان امروز میخواییم بریم تبلیغات ممنوع رو ببینیم، درسته؟ میخواییم یه ذره توضیح بدیم که این شرکت هایی که آقا تبلیغ، یعنی محصولی دارن که تبلیغاتشون ممنوعه، خب بعد یه حرکتی بذارن، چی کار کنن؟ خب این بندگان خدا اینا میخوان محصولشون رو تبلیغ کنن. پس میخواییم راهکارها رو بررسی کنیم. کنیم که چی هست. باریکلا. The tunnel. The final moment before greatness. Are they all ready to take it? Are you all my dad? The last mile before greatness, that is the basis, that is the time to make it your best. You gotta be bold, get out of the darkness and show your face to the world. آقا مسی الکل خورد. دست مسی بود؟ یه بار دیگه میشه دید. نه نبود. آره خود مسی نبود. خود مسی نبود. ای وای. اینجا تماشا چیه؟ آره. فکر کنم اصلا خودش هم اجازه نمیداده که این کارو بکنه. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. تبلیغ چه محصولی بود احمد رضا؟ احتمالاً به اینا میگن مشروب، نه؟ آب جو بادوایزر. خب یکی از راهکارهایی که این محصولاتی که تبلیغاتشون ممنوعه دارن اینه که برن اسپانسر یک رویداد بشن. ولی خب جام جهانی مگه تو قطر نبوده؟ دقیقاً جام جهانی 2022 توی قطر بود. قطر نوشیدنی‌های الکل‌دار ممنوعه توش خورد و خوراکش، ولی بادوایزر اومده بود یکی از اصلی ترین اسپانسرها شده بود. یعنی اصلا به آقای گل توی هر بازی یه دونه کاپ بادوایزر میدادن. ولی یکی از راهکارهایی که دارن آقا میگن که آقا پول میدم اسپانسر میشم، محصولمو به طور مستقیم تبلیغ نمیکنم، من الان دارم تبلیغ رویدادو میکنم، تبلیغ مسی و نیمار رو اون یکیو میکنم. یه روش دیگه ای که هست واسه این تبلیغات ممنوعه، واسه برندایی که میخوان تبلیغ بکنن ولی ممنوعن، استفاده کردنشون توی فیلم هاست. آره خودشون رو توی فیلم های سینمایی میچپونن، ولی خیلی آزاردهنده نیست. یعنی توی استفاده های روزمره بازیگران خودشون رو میچپونن. الان مثلا چیزی که ما داریم میبینیم ماربورو توی خیلی از فیلم های سینمایی حضور داره و خیلی وقتا هستش که مثلا توی این وایت هاوس پلامبرز همونطور که میبینید دست یا رو یه دونه چیزه، یه باکس ماربورو. آره ولی خب خیلی زایه است. چرا؟ آقا بالاخره ماربورو توی همه جا مصرف میشه. مثل مولتی کافه تو این فیلم چی بوده این یارو پسر جاوید یاقی، تو یاقی هم بعضی جایی اون مولتی کافه رو بیل بوردا بود.
ببین خب خیلی فرقشه بین این که چقدر داره یارو استفاده میکنه، کجا داره استفاده میکنه. این به نظرم اینجا خیلی اذیت نمیکنه. خب آقا بعدی فکر کنم دیوارس ویسکی اند مارلبورو سیگارت این گت شورتی واسه سال 1995 و خیلی از اینا هستن. اینو من توی ایرانم دیدم، یعنی از یه برندی که اصلا آدم فکرش هم نمیکنه، ولی مثلا نماد محصولی که داره پاکت و بسته‌بندیش یه چیز قرمزیه، میخواد این روی میز باشه، میگه آقا من میخوام چشم مخاطب اصلا به این محصول دیدنش بکنه. عادت بکنه، میخوادش که اولا عادی سازی کنه مخاطب این رو ببینه، دوما اینکه چرا این ماربورو میاد روی میز این آقا قرار میگیره. اون فیلمساز تهیه کننده زنگ میزنه میگه که آقا من میخوام الان روی میزم یه سیگار باشه، تونیای کمل میاد، نمیدونم وینستون میاد، فلانی میاد، و این هم یه نکته ایه. ولی رقابت باحالی میشه. آره. اصلا توی مزایده فکر کنم میذارن. توی ماشین جیمز باند یکی از مهمترین محصولاتی هستش که برند ها میتونن بیان تعلق خودشونو بکنن. یعنی مثلا چه ماشینی توی هشدار واسه کوبرا 11 هم میتونه. چه ماشینی نابود میشه، چه ماشینی سالم میمونه. هشدار برای کوبرا 11. این که حتی خواهی دوست داری میگه تو وقتی آب جو نداشته باشه چی رو میخوایی چه خفه و شیر میخوایی بعد آب جو. خیلی باحال. خیلی تر باحال بود. نوشیدنی های بدون الکل هاینکن. یکی از روش های دیگه که این شرکت هایی که محصولاتی تولید میکنن که تبلیغاتشون ممنوعه اینه که یه محصولی رو تبلیغ بکنن که تبلیغاتشون ممنوع نیست. نوشیدنی بدون الکل آبجو تبلیغاتش خیلی جا ممنوع نیست. این رو میذاره کنار اون الکل دارا، ولی میگه این پروداکت رو من دارم تبلیغ میکنم. خیلی روش باحالی. خیلی خوب. هم برندش تبلیغ میشه، هم محصولات دیگه‌اش تبلیغ میشه، هم همه تبلیغ، یعنی هم واسه غیره مثلا کسی که نمیخورن و کسی که میخورن. بعد دوباره برگشتیم به صنعت هندوستان. یک خانوم جوان، یک خانوم نسبتاً پیر. عشق کی چاره نه جنازه باری کلا بیتل بلو سوپر هیتس میوزیک سی دیز باری کلا باری کلا. خب فقط خلاقانه بود. بعد الان چی شد؟ این واقعا چی بود؟ این یه توضیح میخواد، این تبلیغا، این کمپین یه توضیح میخواد. در هندوستان از سال 2020 به بعد تبلیغات نوشیدنی های الکلدار ممنوع شد. ولی خودش ممنوع هست نه؟ نه خودش ممنوع نیست. خب یعنی مصرف میتونن بکنن. ولی تبلیغاتش ممنوعه. یک برند بزرگی به اسم ایمپریال بلو در هندوستان میاد یه کار دیگه میکنه، میگه من تبلیغ میسازم ولی اصلا هیچ ربطی به نوشیدنی الکلدار نداره. یه کمپین خیلی طولانی و پرسر و صدا هم درست میکنه. اسم کمپین هم هست من ویل بی من، مردها مرد خواهند بود. باران هم به شدت داره در تهران و در ورزشگاه آزادی میوزه، یا یه چیز توی مایه هست. من البته یه سرچی کردم، پرسیدم که آقا توی این همه تبلیغی که ساخته اصلا یک ارتباط کوچیک با الکل ما میتونیم پیدا کنیم یا نه. جواب اینه که خیر نمیتونیم.
ولی این میخواسته اولا که اورنسش رو ببره بالاتر، یک. دوم این که میخواسته یه حالت یه حرکت انتقادی بکنه به این که آقا شما منو فلج کردید، نمیتونم تبلیغم رو به طور مستقیم بکنم ولی میگم برند من اینه. این دو. سومیش مصرف نوشیدنی های الکل دار توسط آقایون بیشتره، اینم تأکیدش روی آقایونه. من ویل بی من. آره، یه دونه تبلیغ دیگه از این ببینیم. مردهای هندوستان هم آدمهای جالبی هستند. Men will be men. قشنگ این مرد بوده. آره آره داره میرسه. آره مرد واقعی. من دوست دارم یکی دیگه هم ببینیم حالا. ای با میگن باید باشه که با مختلط باشه. خیلی تصویر باسه شیم باسه اینجا بهتر برداشت. نامرد حتی نزدش. داشت نشون میداد اون پشتش خالی میزد. آره ولی چه. آره ها چی چی توی این هم خیلی تحقیل شده بود که مرد و اینا مهم. خب خب رسیدیم به آخر ویدیو و سوال. بفهمید توی ایران این قضیه چجوریه؟ تبلیغ ممنوعه داریم یا نداریم؟ توی ایران تبلیغات ممنوعه خیلی زیاده، یعنی خیلی این بازه محصولات که ما نمیتونیم راجبش حرف بزنیم توی ایران خیلی زیاده. ولی تبلیغ میشه به شکل دیگه. خیلی محدود داره یواش یواش از روش‌های مختلفی تبلیغ میشن. مثلا یکی از روش‌هایی که استفاده میکنن ایرانی‌ها پی آر مارکتینگه. مارکتینگ از طریق روابط عمومیه که تازگی اتفاقا برند مایلیدی که خوب محصولات بهداشتی تولید میکنه خیلی از این روش استفاده کرده بود. راجبش میخوایم مفصل بعدا صحبت کنیم. یکی این، یکی هم کلاکت یه سری کارهای خفنی راجب محصولات بهداشتی آقایان تولید کرده بود که اتفاقا من با ابیزندی مدیر مارکتینگ اون زمان کلاکت راجبش صحبت کرده بودم. خیلی کارشون سخته، یعنی توی ایران هزار برابر این محدودیت ها باید خیلی غیر مستقیم ولی با سانسوری میخورن، کلی ممیزی. آره آره آره. میخورن ولی اگه زیادی غیر مستقیم باشه خب نمیفهمن که این داره راجع به این صحبت میکنه ولی نمیتونه خیلی کاریش بکنه، یعنی کاملا داره روی اون خط قرمزه حرکت میکنه. ولی راه داره. خلاصه ایرانی ها تازگی ها یعنی تو این دو سه سال اخیر خیلی وارد این سنت شدن، وارد این موضوع شدن و خیلی جذابه. بعدا حتما راجبش میکردیم. ایرانی شیطنت خودشون دارن باریک. شیطنت بازی نه این رفت نداره. خب کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت چی بگن چه تبلیغ ممنوعه ای رو تا حالا دیدین. آره و فهمیدین، یا یعنی اینکه تو چه فیلم سینمایی یه محصولی دیدین که فهمیدین تبلیغ یا حال کردین یا حال نکردین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ. خیلی وقتا خیلی جاها خط میکشم رو دیوار، همیشه روزی یک بار. چه سیبا نکشیم خیلی بس. Yes, good.